برای ساختن پست جذاب اینستاگرام، کاور و استوری 4 تا برنامه بهتون معرفی میکنم که یکی از اون یکی بهتره. میتونید توی این برنامه ها از قالب هایی که بهتون میده استفاده کنید، کاور بسازین، بنر بسازین و پستای خوشگل بسازین. بریم برای معرفی اولیش. خب اولین برنامه که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش GoDaddy Studio، لوگوش رو براتون میذارم، این برنامه رو نصب کنید که خیلی خیلی کاربردیه. بریم ببینیم که داخل برنامه چه خبره. خب وقتی که برنامه رو باز میکنیم از اون منوی پایین گزینه تمپلیت به شما کلی قالب میده. فقط یادتون باشه از اونایی که رایگان هم میتونید استفاده کنید. هر کدوم از این قالب ها رو میتونید بردارید، باز کنید، عکس خودتون رو بیارید، نوشته خودتون رو بذارید و برای خودتون هر چیزی که دوست دارید پست اینستاگرام، کاور یا استوری طراحی کنید و از قالب هایی که بهتون میده رایگان هاش استفاده کنید. میریم سراغ برنامه کاربردی و بسیار جذاب دومی که اسمش فوکو دیزاینه. وقتی که برنامه فوکو دیزاین رو باز میکنید دوباره میایید تو منوی پایین قسمت تمپلیت و میبینید که اینجا برای شما تفکیک و جدا کرده که استوری میخواین درست کنید، پست میخواین درست کنید، یوتیوب تامنیل یا همون کاور یوتیوب میخواین درست کنید، فیسبوک کاور میخواین درست کنید و برای هر کدومشون وقتی روش بزنی کلی قالب میاره که شما میتونید ازشون استفاده بکنید، هر کدوم رو دوست دارید و پست خودتون رو بسازید. این برنامه بیشترین و بهترین قالب ها رو داره، حتما فوکو دیزاین رو نصب کنید. بعد از اینکه نوار بالا رو دیدید و هر چیزی که بود ازش استفاده کردید، این پایین تر هم وقتی بیاین کلی براتون چیزای مختلف گذاشته، کلی قالب های جذاب گذاشته که میتونید ازشون استفاده بکنید. همه رو ببینید، وقت بذارید، توی این برنامه ها بگردید و قالب خوشگل و جذاب خودتون رو انتخاب کنید. بریم سراغ برنامه شماره 3 که من خودم خیلی دوستش دارم، مثل دوتای قبله اما از دوتای قبل یکم بهتره، گذاشتم سومی بهتون بگم، برنامه اداب اکسپرس. برنامه اداب اکسپرس رو مثل قبلی ها وقتی باز میکنید براتون دستبندی های مختلف میاره، اینستاگرام پست داره، اینستاگرام استوری داره، لوگو داره، یوتیوب تامنیل داره و دوباره وقت بذارید این همه این تمپلیت هایی که بهتون میده رو ببینید، هر کدوم رو دوست داشتید بزنید روش، ادیت خودتون رو انجام بدید و نکته اصلی همه این برنامه ها اینه که وقت بذارید و بگردید و تمپلیت خیلی خوبی برای خودتون انتخاب بکنید. بریم سراغ برنامه آخر که فکر کنم دیگه همتون میشناسید اما باز چون جزء بهترین هاست گفتم بهتون معرفیش کنم. برنامه قدیمی، همیشگی و دوست داشتنی کنبا. بریم توی برنامه کنبا، دوباره کنبا هم مثل ستای قبل برای خودش یه سری دسته‌بندی ها داره. توی هر دسته‌بندی هر چیزی که می‌خواید تهیه بکنید برین روش بزنید، تمپلیت خودتون رو انتخاب بکنید، عکس و متن خودتون رو بذارید، رنگا رو میتونید عوض بکنید، فونت رو میتونید عوض بکنید و خیلی کارهای دیگه. خب اینم از 4 تا از بهترین برنامه هایی که میشه توش کاور پست، استوری، بنر یا هر چیز دیگه ای تهیه کرد. اگه میخواین تولد کسی رو تبریک بگین، اگه میخواین برای کسی کارت دعوت درست بکنید، هر چیزی که نیاز به یه طراحی خوشگل داره توی این 4 تا برنامه اگر نصب کنید و بگردید حتما پیداش میکنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. اگر پست رو دوست داشتید حتما لایکش کنید، برام کامنت بذارید، کامنت ها رو میخونم و جواب میدم. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، بای.